دوستان من اومدم یه مطلبی رو بگم، میدونم هنوز صدام دلخراشه براتون، اما منم نمیتونم ساکت بشینم دیگه، چیکار کنم؟ ببینید، یک جریانی هست که میخواد بگه آقا این اپوزیسیون این افراد بد هستن، از شاهزاده رضا پهلوی بگیر، مسیح علی نژاد بگیر، حامد اسماعیلیون بگیر، علی جوانمردی بگیر، همشون و خیلی های دیگه سال هاست دارن مبارزه میکنن. دوستان، ما دنبال چه ایرانی هستیم؟ تا حالا نشستید فکر بکنیم؟ تا حالا نشستیم پیش خودمون بگیم برای چی داریم مبارزه؟ برای چی جونمون رو میخوایم بدیم؟ برای چی از زندگیمون زدیم؟ برای چی؟ آزادی، درسته؟ چه جامعه ای رو میخوایم؟ جامعه ای میخوایم که از چپ چپ تا راست راست سیاسی با تمام اختلافاتی که با هم دارن بنشینن کنار هم زندگی کنن، درست مثل مردم کف خیابونی که الان هستن. هیچ کس نمیپرسه تو چه دینی داری، چه باوری داری، چه نگاه سیاسی داری. همه با هم مشتاشون رو گره میکنن و میگن مرگ بر جمهوری اسلامی. من همواره در این مدت از چپ چپ تا راست راست دستم رو دراز کردم و خواستم با هر کس و ناکسی دوستی بکنم، هر کسی که در واقع مبارزه کرده با جمهوری اسلامی. دنیای سیاست متاسفانه یا خوشبختانه این گونه نیست، این واقعیتی است. سیاسیون با هم حزب‌ها و گروه‌هاشون رو تشکیل میدن. من و تو که قرار نیست حزب تشکیل بدیم یا گروه. من و تو داریم میجنگیم برای ایرانمون، برای آزادیمون. تمام اون بچه‌هایی که کف خیابون، من به عنوان یک انسانی که هیچ باور و اعتقادی نداره، خالصانه حاضرم در کنار نفرات مسلمانی بجنگم برای آزادیشون، برای آزادی کشورمون. اما من این حق رو دارم که بر باورها و اعتقادات همون فرد مهمترین و تندترین نقدها رو بکنم. این اصل آزادی بیانه. ما داریم برای این آزادی بیان می جنگیم. ما می خواهیم این آزادی بیان در کشورمون شکل بگیره. ما می خواهیم بگیم ما انسانها می تونیم با هر باوری کنار هم زندگی کنیم، حتی اگر از باورهای همدیگه متنفریم، اما همدیگه رو به عنوان یک انسان بپذیریم، قبول کنیم. من این مدت سلام کردم، دست دوستی دادم به خیلی ها. خیلی ها پس زدن، خیلی ها گفتن چون تو مثل ما فکر نمی کنی. اما من برام اصلا مهم نبود اون آدم چی فکر می کنه. من فقط برام مهم بود که اون آدم برای آزادی ایران می جنگه. مهم نیست، ما قراره که اینجا بیستیم و مبارزه کنیم برای اون ایرانمون. اگر هزار نفر مثل من فکر نمی کنه، قرار نیست من اون باوری رو که دارم ازش عقب بکشم. من و امثال ما داریم می جنگیم برای آزادی بیانمون، برای آزادی ایرانمون، برای یک ایرانی که مسالمت آمیز انسان ها بتونن کنار هم زندگی کنن. اگه امروز جمهوری اسلامی به این وضع فجیع رسیده، به خاطر اینکه هیچ کس غیر از شیعه سانان رو قبول نکرد و فقط گفت حکومت، حکومت علی، هر کسی مثل من فکر نکرد و پروپاگاندای من رو اجرا نکرد، حذفش می کنیم. ما دنبال ایران آزاد این گونه نیستیم. ما دنبال ایرانی هستیم که همه ی انسان ها بتونن بخشی از اون جامعه باشن و این گونه است که دموکراسی شکل میگیره. آدم ها خودشون رو متعلق میدونن به جامعهشون و برای همین، برای کشورشون، برای آزادیش، برای دموکراسیش تلاش میکنن. امروز رابطه مردم ایران با جمهوری اسلامی دقیقا مثل اون دوست دختر دوست پسریه که خیانت کردن، همدیگر رو کتک زدن، همه چی به هم ریخته و دیگه اون رابطه هیچ وقت مثل رابطه قبل نمیشه و بهترین راه قطع اون رابطه است و دو راه جدا. امروز مردم ایران به اونجا رسیدن. ما هیچ راه برگشتی نداریم. ما تنها و تنها میتونیم سینمون رو سپر کنیم بریم رو به جلو، چون جمهوری اسلامی باید بره، راه دیگه ای نیست. جمهوری اسلامی تمام مسیرها رو بسته. تلاش کنیم برای اون آزادیه، برای اون ایرانه و بدونیم چقدر با ارزشه. یه جون، دو جون، سه جون، این روزها خیلی ها میگن میاریمت، میندازیمت تو گونی، میبریمت. اشکالی نداره رفیق. ما اگه قرار بود از این چیزها بترسیم، اینجا وای نمیستادیم، اینجا حرف نمیزدیم. اون همه جوون ایرانی کف خیابونای ایران دارن جونشون رو میدن، ما نمیذاریم خونه
یکی از اونها پایمال بشه، هر یه نفر از ما کشته بشه، واقعا 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 1000 نفر پشتشه.